گستاخی آخوند رافضی نسبت به ابراهیم علیه السلام و همسر گرامی ایشان. گفتی شما دیگه، ما جواب شما رو دادیم. طبق روایت صحیح بخاری حضرت ابراهیم ناموس رو برای زنا فرستاد. ناموسشو برای زنا فرستاد. برای که جانش نجات بده. در صحیح بخاری آمده. دلیلش رو میاره. بله کاری ندارم، برای شما پیدا میکنم. بله ممنون. کذب ابراهیم در صحیح بخاری بزنید پیدا میشه. الان الان بلد پیدا. بله ممنون میشم. تو جامع الاصول اومد. نه حالا در خود صحیح بخاری هم هستش. حالا من صحیح بخاری حالا من براش از صحیح بخاری براش پیدا. من تو این فرصت از همه بینندگانی که الان پشت خط منتظر هستن عذرخواهی میکنم. بیا بیا بیا. انشاءالله بتونیم در چند دقیقه این بحث رو جمع خواهیم کرد. بیا این هم اینجاست بخون. بله روایت در صحیح بخاری، ابراهیم جز سه دروغ نگفت، دوتاش برای خدا بود، اولیش که انی سقیم و دومی بل فعله و کبیرم هازا، اما سومیش برای حفظ جان خودش بود، برای خدا نبود دیگه. بین هو ذات یوم و ساره، یه روزی با ساره با هم نشسته بودن. از اولش خونیم دیگه. لم یکذب ابراهیم الا ثلاثن، ابراهیم جز سه بار دروغ نگفته. عن ابی هریره، عن ابی هریره، دوتاش برای خدا بود. دو داشت برای خدا بود، یعنی چی؟ یعنی سومی برای خدا نبود. روزی که او با ساره با هم نشسته بودن، یکی از سرکشان اومد گفت اینجا به او گفته شد که این یک زنی، یک مردی در اینجاست که باهاش یک زنی است که بسیار خوش سیماست. فارسل الیه، فرستاد پیش ابراهیم. فسأله هنا، همچی زنی داری؟ فقال من هذه، گفت این کیه؟ قال اختی، گفت خواهرمه. بجن میگه زنمه، گفت خواهرمه. اومد پیش ساره، بعد ابراهیم اومد پیش ساره، فقال یا ساره لیس علی وجه الارض مؤمن غیر و غیرک، در زمین جز من و تو مؤمنی نیست. این از من سوال پرسه، من گفتم تو خواهرمی، یه وقت دروغ نگی ها. چرا؟ چون اگه میگو بگی من شوهرمه، به عنوان اینکه زن شوهر داره شوهرتو میکشن. منو تکذیب نکن، منو تکذیب نکن. فارسل الیها، فرستاد پیشش. فلما دخل علی ذهب علی تناولها بیده، ابراهیم زنشو فرستاد پیش کی؟ جبار، جبار من الجبابره، به خاطر حفظ جان خودش. این شخص شده پیغمبر اولوالعزم پیش شما. شما نهی برای ما اشکال بگیر. این از کجا معلومه که برای زن؟ این کجاش نوشته که برای زن فرستاده؟ فرستاده زن داره، زنشو فرستاده میشه جبار دل جبابره، به اون گفته این خواهر منه و بعدش هم اون شخص دست درازی به این کرده. دست درازی کرده دیگه، یا تناول ها باید یه وقت شما بخواهی به دست زن بزنی دست زن چکار میکنی باشی؟ شما این هم در بیار، شما این هم در بیار. چهار جای صحیح بخاری اومده، این روایت چهار جای صحیح بخاری اومده جان، این روایت چهار جای صحیح بخاری اومده. نه من کاری نیستم، معنی کجای این روایت اومده که برای زنا فرستاده؟ نه برای چی بوده شما؟ برای چی میخواسته اون جبار اصلا چیکار داشته به خاطر بذار سر تاخچه نگاهش کنه؟ خب این بوده دیگه. برای چه کاری شما بفرمایید؟ زن زیبارو رو میخواد و شوهرش هم میخواد، اگه بفهمه شوهر داره میخواد بگوشدش. بعدش هم میگه اول ها بیاد. برای چی میخواسته؟ شما بگید. شما بفرمایید برای چی میخواسته؟ میخواد شناسایی براش صادر کنه. آقای بخاری این کارو کرده. بعد یه چیزی برای شما حجته. این مسئله بماند. چرا بماند؟ نه بماند. از صحیح بخاریه، از صحیح کتب در نزد شما. شما که میگین الان حضرت علی خلافت سر جانب خدا ثابت شده. جناب حجت الاسلام، کسی که خانه اش از شیشه است به سوی خانه مردم سنگ پرتاب نمی کند. آیا خزعبلات و توهین‌هایی را که نسبت به انبیا و ائمه علیهم السلام در صحیح ترین کتاب‌هایتان است فراموش نموده اید؟ اولا همانند این روایت در صحیح ترین کتابتان موجود است. کلینی در الکافی جلد 8 صفحه 775 الی 777، شماره روایت 12528 و مجلسی در بهار الانوار جلد 12 صفحه 45 الی 47 از ابو عبدالله جعفر صادق رحمه الله قصه هجرت ابراهیم علیه السلام با ساره علیه السلام را روایت می کند و سفر آنان به مصر و احضار ایشان نزد پادشاه مصر را بیان کرده و می گوید فلما رأى سارة لم يملك حلمه سفهه ان مد يده اليها فاعرض ابراهيم عليه السلام بوجهه عنها وعنه غیرتا منه. هنگامی که نگاه پادشاه به ساره افتاد، حماقتش بر حلمش غالب شد
و دست خود را به سوی ساره دراز کرد. پس ابراهیم علیه السلام از روی غیرت روی خود را از همسر خیش و از پادشاه برگردانید. ثانیاً ابراهیم علیه السلام یک پیامبر اولوالعزم بود و هر کار ایشان طبق دستور و وحی الهی بود و خالی از حکمت نبوده. ابراهیم علیه السلام به این کار خود برای پادشاه و مردم مصر ثابت نمود که او و همسرش افراد عادی نیستند، بلکه ایشان فرستاده الله متعال است که با معجزات الهی تایید شده است. و در ادامه روایت بخاری و همچنین کافی به معجزه‌ای که در این ماجرا اتفاق افتاده اشاره می‌گردد که پادشاه بعد از این که چندین بار به حالت خفگی افتاد و دستش فلج شد، به اشتباه خود پی برد و از ابراهیم علیه السلام و همسرش معذرت خواهی نمود و هاجر علیه السلام را که کنیزی بود به ساره علیه السلام هدیه داد. اگر این اتفاق صورت نمی گرفت، خبری از هاجر و پسرش اسماعیل علیه السلام نبود که از نسل ایشان پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم متولد گردد. حال جناب حجت الاسلام، آیا در روایتی که شیعه و سنی بر صحت آن اتفاق نظر دارند، این گونه پیامبر بزرگوار الله متعال را با بی ادبی مورد خطاب قرار دادن، توهین نمودن به ابراهیم علیه السلام نیست؟ و آیا این گونه تعبیرات و خطابها را نسبت به خانواده خود میپذیرید که با این گستاخی اهل بیت ابراهیم علیه السلام را خطاب میکنید؟ و اگر بگویید روایت بخاری دروغ است، جواب روایت کافی را چه میدهید؟ و اگر بگویید هر دو روایت دروغ است، پس چرا به روایتی دروغین استناد میکنید؟ بینندگان گرامی، این آخوند برای اثبات عقاید باطل خیش حاضر است به پیامبران الهی نیز اهانت کند و مانند استاد دروغگویش تلبیس نموده و قسمتی از روایت کتاب صحیح بخاری که در کتاب کافی نیز ذکر شده است را بیان می کند، اما قسمت آخر حدیث که در آن ذکر نجات ساره علیه السلام و ظاهر شدن معجزه الهی است را بیان نمی دارد. وقتی ساره نزد پادشاه رفت، پادشاه خواست ایشان را لمس کند که دستش شل شد. پادشاه گفت برایم دعا کن، در این صورت به تو ضرری نمی رسانم. و ساره دعا نمود، سپس پادشاه دستش خوب شد. پادشاه دوباره سعی کرد به ساره نزدیک شود که این بار هم مثل دفعه قبل دستش شل شد، بلکه این بار با شدت بیشتری گرفته شد. پادشاه گفت دعا کن به تو ضرری نمی رسانم. پس ساره دعا نمود، دست پادشاه خوب شد. سپس حاکم بعضی از خدمتکارانش را صدا زد و به آنها گفت شما برای من انسان نیاورده اید، بلکه این یک شیطان است. سپس هاجر را به خدمت او گماشت. بعد از آن که ساره نزد ابراهیم علیه السلام برگشت، ایشان را در حال نماز خواندن دید. ابراهیم علیه السلام با دست به ایشان اشاره نمود که بایست. ساره گفت خداوند مکر و حیله کافر یا فاجر را به خودش برگرداند و هاجر را به خدمت ما گمارد.